سرخط خبرها و مهمترین ها بریتانیا به شهروندانش از سفر به افغانستان خودداری کنید. احتمال یورش بر میدانهای هوایی وجود دارد. طالبان فرمانده پیشین جلب و جذب اکادمی مارشال فهیم را بازداشت کردند. بازداشت خبرنگار امریکایی برای دفاع از کشتار مردم افغانستان و عراق. حسیب قوای مرکز محمد محقق را نقره‌داغ کرد. طالبان پنجشیر را به جهنم تدریجی طالبان پنجشیری مبدل کرد. دولت بریتانیا شهروندان کشورش خواسته است که دلیل شکنندگی وضعیت امنیتی به افغانستان سفر نکنند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از 8 صبح، وزارت امور خارجه بریتانیا با نشر سفارشنامه روز شنبه 21 عقرب نوشته است که در حال حاضر هیچ مقام کنسولی بریتانیا در افغانستان حضور ندارد و توانایی برای خدمات کنسولی به شدت محدود است. به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، وضعیت امنیتی در افغانستان به شدت متزلزل است و خطر حملات تروریستی به ویژه بر میدانهای هوایی وجود دارد. این وزارت خاطر نشان کرده است که خطر دستگیری شهروندان بریتانیایی در افغانستان افزایش یافته است و ممکن دولت بریتانیا در مورد چنین بازداشت‌های مطلع نشود. در سفارشنامه اضافه شده است سفر در سراسر افغانستان بسیار خطرناک است و ممکن است گذرگاه‌های مرزی باز نباشد. در بخش از این سفارشنامه آمده است که با وجود این هشدارها، اگر باز هم شهروندان بریتانیایی قصد اقامت در افغانستان را دارند، باید سعی کنند از تجمعات دوری کرده هویت خود را پنهان کنند و اقدامات احتیاطی مناسب را انجام دهند. بریتانیا در حال شهروندانش را از سفر به افغانستان منع کردند که گروه طالبان همواره اعلام کردند که وضعیت امنیتی در افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است و کشورها باید سفارتخانه‌های خود در کابل را بازگشایی کنند. سفارت روسیه هم پس از انفجار در این سفارت و کشته شدن دو دیپلمات این سفارت، کار بخش کنسولی خود را بسته و برای شهروندان افغانستان از کشورهای پاکستان و ایران ویزا صادر میکند. هفته گذشته جمهوری چک نیز اعلام کرد که دروازه سفارتش در افغانستان را به دلیل مشکلات امنیتی برای همیشه میبندد. طالبان فرمانده پیشین جلب جذب اکادمی مارشال فهیم را بازداشت کردند. منابع ملی در تخار با موج میگویند که استخبارات طالبان دگروال عبدالوکیل ورسجی فرمانده پیشین جلب جذب اکادمی مارشال محمد قاسم فهیم را از شهر طالقان مرکز این ولایت بازداشت کردند. به گفته منبع، طالبان آقای ورسجی را 4 روز پیش با خود بردند و اکنون از سرنوشت او هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. بر روایت منابع، او یک ماه پیش از ایران به خانه‌اش برگشته بود. آقای ورسجی فرمانده خیزش‌های مردمی و از یاران احمد شاه مسعود نیز بود. بازداشت نظامیان پیشین از سوی طالبان موضوع تازه نیست. طالبان اما چنین بازداشت‌ها را رد و به عفو عمومی رهبرشان تاکید می‌کنند. بازداشت خبرنگار آمریکایی برای دفاع از کشتار مردم افغانستان و عراق. خبرنگار از کشتار مردم در افغانستان و عراق توسط ایالات متحده سخن گفت، بازداشت و اخراج شد. تایلر هانسن، خبرنگار آمریکایی که در جریان یک کنفرانس از مشاور امنیت ملی ازبق کاخ سفید درباره جنایت آمریکا در عراق افغانستان سوال کرد، بازداشت و جلسه اخراج شد. هانسن گفت، آقای بولتون، چطور از ما انتظار دارید به شما اعتماد کنیم؟ وقتی درباره سلاح کشتار جمعی صدام حسین در عراق دروغ گفتید، شما اساساً علی مردم عراق نسل کشی کردید. شما جنایت جنگی در افغانستان را لاپوشانی کردید. شما چرا دستگیری جولیان آسانج را جشن گرفتید؟ آقا، شما فکر میکنید این کارها قابل قبول است؟ آیا جشن گرفتن جنایت جنگی قابل قبول است؟ واکنش ها به گفته های محمد محقق، حسیب قوای مرکز چنین نگاشته است. استاد بزرگوار، چندین بار است که این قسم پوست ها را میکنی اما بیفایده. گپ من به خودت نیست. جناب استاد بزرگوار، حاجی صاحب محمد محقق شخصا برات احترام دارم. قابل توجه تمام چهره های سیاسی، رهبرهای جهادی و کسانی که در حکومت جمهوریت حرفای اول را میزدید. اگر واقعا مرد هستین، اگر به نام غیرت و عزت چیزی را میشناسید، بیایید در وطنتان از ننگ و ناموستان دفاع کنید. بیایید حرفایتان را در وطنتان بگویید که مزهش بیشتر است. در غیر آن، قصه هایتان پیش ملت افغانستان مفت و کدام جایگاهی هم ندارید. ملت رنجیده افغانستان، هوشیار شوید و فریب نخورید. تصفیه قومی در صفوف طالبان، 135 جنگجو در پنجشیر کنار زده شدند.
طالبان پس از تصفیه قومی در اداره های ملکی پنشه روند برکناری جنگجویان غیر پشتون را نیز در این ولایت آغاز کردند. بر بنیاد یافته های روزنامه 8 صبح، مسئولان طالبان تنها در ولسوالی در این ولایت دست کم 135 جنگجوی سابقه کار و تازه وارد به شمول ولسوال فرمانده امنیه مدیران ارشد و سربازان را از صفوف خود در این ولسوالی اخراج کردند. 124 جنگجوی برکنار شده این گروه باشندگان اصلی ولایت پنجشیر و تنها 11 تن آنان از ولایت‌های دیگر هستند. بر اساس اسنادی که به دسترس روزنامه 8 صبح قرار گرفته است، این افراد از نزدیکان مولوی قدرت الله ولی پیشین طالبان و ملا اکرام از فرماندهان این گروه در پنجشیر هستند. هرچند دلیل اصلی برکناری این افراد از صفوف طالبان تاکنون روشن نشده است، اما آگاهان سیاسی دلیل اخراج جنگجویان تاجک تبار از صفوف طالبان را ناشی از بی‌اعتمادی این گروه و اقوام دیگر و تفکر قوم‌گرایانه در میان رهبران طالبان عنوان می‌کنند. مأموریت کشتن چراغ امریکا روابط خود با طالبان را باز تعریف کند. بحث ممانعت از تحصیلات دختران هر روز داغ‌تر می شود. گزارش های از سوی رسانه ها نشر می شود که گویا ملا هیبت الله رهبر طالبان دستور داده است تا پس از ختم سمستر تحصیلی کنونی از ورود دختران به دانشگاه های خصوصی و دولتی جلوگیری شود. بر اساس این دستور سمستر خزانی امسال آخرین سمستر است که دختران تحت شرایط سختگیرانه طالبان به دانشگاه می روند. پس از آن دانشگاه نیز کاملا محیطی مردانه خواهد شد. بدیهی است که آن زمان استادان زن را نیز اجازه تدریس به دانشجویان پسر نخواهند داد. طالبان بر مقدرات کشور حاکمند و روابطشان هم با کسانی که سالها علیه آنها جهاد کردند حسن است. هر از چندگاهی سخنگویان و مقامهای طالبان با تضرع از امریکا مطالبه مشروعیت میکنند و روابط احسن میخواهند. امریکا هرچند روابط نزدیک با طالبان برقرار کرده است و هر هفته بسته های پول به نام کمک به مردم افغانستان به خزانه طالبان واریز میکند، اما هنوز بنابر ملاحظات طالبان را به رسمیت نمیشناسد. کشور دیگری که روابط بسیار نزدیک با طالبان دارد و همواره از این گروه حمایت میکند روسیه است. مسکو چندین نشست را در سالهای پایانی جمهوریت برگزار کرد و به طالبان بازگو کرد تا بتوانند دیپلماسیشان را تقویت کنند و در نهایت بر کشور چند پره شود. این کشور تا حال از عامیان اصلی رژیم طالبان از در آخرین مورد روسیه و چین اصلا قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشری توسط طالبان انتقاد کردند. این نشان می‌دهد که در غیبت طالبان در سازمان ملل نمایندگان برخی از کشورها از منافع این گروه به صورت غیر مستقیم دفاع می‌کند. کشور دیگر چین است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و از کشورهای علاقمند به افغانستان است. هم به دلیل مسائل همسایگی، هم به دلیل تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان و هم به دلیل منابع مادی که در کشور دارد. از معادن تا بازار و مسیر ترانزیت، این کشور نیز از منافع طالبان در موارد زیادی از جمله همین قطعنامه سازمان ملل دفاع کرده است. در ضمن چین و روسیه از نخستین کشورهایی بودند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند و سفارتخانه‌های کشور در بیجینگ و مسکو را به این گروه تحویل دادند.